با سلام به علاقمندان هنر نقاشی. این هفته ما شروع می‌کنیم کار رو با رنگ‌بندی‌های صورتی و طیف قرمزها و صورتی‌ها. با توجه به اینکه رنگ قرمز رنگ قوی هست، اگر ما اندکی قرمز رو قرار بدیم و مقدار کمی سفید، قطعاً رنگ قرمز غالب خواهد شد. پس حتما ما باید رنگ سفید رو اینجا کمی بیشتر بگیریم تا بتونیم طیف‌های مختلف سفید صورتی تا قرمز روشن رو ایجاد کنیم. من ابتدا قرمز رو بیشتر میگیرم که بتونم رنگ زمینه گل‌های خودم رو ایجاد کنم. همزمان با حرکت چرخشی قلم در قسمت‌های مختلف این سطح میتونم یه سایه روشن مقدماتی و ساده‌ای رو برای گلبرگ خودم بسازم به این صورت که ملاحظه می‌کنید. گلبرگ‌هایی که در پشت سر این قرار گرفته با کمی رنگ بنفش، خیلی کم، ملاحظه کنید به این صورت چرخش قلم، یعنی ابتدا قلم رو با فشار بر روی بوم قرار میدیم و همچنان که حرکت میکنه این رو بر میداریم از سطح تابلو. ملاحظه کنید به این صورت. چون طیف قرمز و سفید هست، لازم نیست که در هر نوبت حتما قلمو شسته بشه. میتونیم با افزودن مقداری رنگ سفید به کار ادامه بدیم. گل بعدی رو کار کنیم. اگر ما رنگی رو که برمی‌داریم در قسمتی از قلمو قرار بدیم و رنگ دیگر رو در قسمت دیگه اون همزمان با حرکت قلم، ما میتونیم دو رنگ رو ایجاد بکنیم. ببینید این قسمت تیره تر هست، این قسمت روشن تر. من این از سمت راست قلمو رنگ سفید رو برمی‌دارم، از سمت چپ رنگ قرمز. وقتی که این رو میکشم روی کار، ملاحظه کنید ترکیب در اومد. و برای نشون دادن گلبرگی که
انحنا برداشته به این صورت جلوی گلبرگ رو کمی روشن‌تر می‌گیریم که این برجستگی بیشتر احساس بشه. کمی خیلی خیلی کم بنفش رو باز با قرمز ترکیب می‌کنم در قسمت بالای این گلبرگ قرار میدم. با حرکت چرخشی قلم فرم و سایه روشن رو میتونیم ایجاد بکنیم. و به همین ترتیب فضای تابلومون رو پر می‌کنیم با ترکیب بندی مناسب. بسیار عالی. نقاشی معمولا شامل دو بخش کلی دانش رنگ و آگاهی از تکنیک قلم زدن هست. دیگه مابقی کارها برمیگرده به میزان تجربه علاقه‌مندان. که هرچه ما بیشتر کار بکنیم دستمون در اجرا راحت تر خواهد بود. خب ما کلیت زیر کار نقاشی رو و گلهامون رو ایجاد کردیم. قلم رو عوض می‌کنیم. یه خورده قلم رو باریکتر و نازک‌تر انتخاب می‌کنیم برای ایجاد خطوط سایه روشن گلهامون. حرکت قلم بر روی گلبرگ ها طبعاً باید بر اساس چرخش و پیچش فرم گلبرگ باشه. و اینجا ما یه مقداری از خطوط نازکتر کمک میگیریم. قلممون رو عوض می‌کنیم. قلم باریک‌تر برای ایجاد رنگ خیلی روشن‌تر. کمی سفید با قرمز مخلوط میشه، سفید بیشتر. اینجا با تمرکز بیشتری باید کار بکنیم. Thank you.
و حالا میریم برای ایجاد ساقه ها. رنگ سبز تیره با سرمه‌ای با اندکی بنفش که بتونیم یه رنگ تیره رو بگیریم. البته بتونیم به صورت نقطه‌ای از رنگ مشکی هم استفاده بکنیم. ولی باید ملاحظه کنیم که اگه مشکی زیاد استفاده بشه باعث چرک شدن رنگ هامون میشه. اگه سطح تابلومون کمی بزرگه میزان رنگمون رو هم باید بیشتر انتخاب کنیم و رقیق تر باشه که بتونیم به سهولت قلم رو حرکت بدیم روی کار. در ابتدا قسمتی که وصل به گل فشار قلم رو بیشتر میگیریم و همینجور میام جلوتر و با حرکت چرخشی قلم فشار قلم رو هم کم می‌کنیم. برای کشیدن برگ ها ملاحظه کنید به این صورت قلمو فشارش بیشتر میشه روی سطح کار و به سمت بیرون و بلند میشه که بشه پهنا و تیزی نوک برگ رو ایجاد کنیم. یه حرکت رفت و یه حرکت برگشت. محل اتصال سبزینه در زیر گل برگ رو هم به این صورت ایجاد می‌کنیم. مقداری زرد اضافه کنیم به سبز تا طیف روشن‌تر سبز رو بر روی ساقه ها اضافه کنیم.
اگر رنگمون کمی سفت شده اندکی آب هم به اون میشه اضافه کرد. چرخش قلمو باعث میشه که ریتم برگ‌ها ریتم متنوع‌تری پیدا بکنه. هر نقاشی میتونه میزان جزئیات تابلوش رو بسته به علاقه خودش ایجاد کنه. بعضی ها ممکنه در همین مرحله کار رو تموم شده تلقی کنن، ولی بعضی ها نه، دوست دارن با دیتیل و جزئیات بیشتری کار بکنن که طبعا رنگ بیشتر و قلموهای متنوع‌تری استفاده میشه. بسیار خوب، حالا ما کمی روی بگران کار کنیم، سایه روشنهایی رو روی زمینه کار بیاریم. البته من یه نوبت زمینه رو کار کردم، فقط ترکیبی از این دو رنگه. تو این مرحله هم باز میخوام روی زمینه قلم بزنم. برای اینکه رنگ بندی زمینمون با فرم گلهامون در تابلو هماهنگ بشه. همینطور که میدونید رنگ اکرولیک به خاطر ترکیب شدنش با آب خیلی سریع خوش میشه. بنابراین این امکان برای ما وجود نداره که بخوایم خیلی آروم کار بکنیم. و البته امکان خوبی است و فرصت خوبی است برای سرعت کار. و همین سبب کسب تجربیات متفاوت‌تر از نقاشی رنگ و روغن خواهد شد. چرا که رنگ و روغن به دلیل ترکیبش با مواد نفتی و روغنی مدت بیشتری خیس میمونه روی تابلو، ولی اکرولیک اینطور نیست. در لابلای قرمز اندکی بنفش رو اضافه کنم. سفید و قرمز. این قسمتی که نزدیک گل میشه کمی رنگ رو روشن‌تر میگیرم در قسمتی، و در قسمتی از گل میشه اینو تیره تر گرفت.
معمولا در نقاشی رنگ و روغن یا اکریلیک از رنگ تیره زمینه شروع میشه و تیره فرم ها و لایه به لایه ما رنگ هامون رو روشن‌تر میکنیم. ولی این امکان هست که گاهی اوقات تصمیممون عوض بشه بعد از اینکه رنگ زمینه رو به هر رنگی که انتخاب کردیم این رو تغییرش بدیم، مثلا کمی روشن‌ترش کنیم. البته کار کمی دشوار خواهد بود ولی مشکلی ایجاد نمی‌کنه برای تابلومون. قلمو رو از جهات مختلف روی تابلو قرار بدیم، چرا که اگر ما از یه جهت فشار قلم رو روی تابلو داشته باشیم به مرور رنگ ها به اون طرف موها کشیده میشه و رنگ این سوی قلم از بین میره. باید قلم رو برگردونیم و از رنگ جهات دیگه اون استفاده کنیم. قلمو رو سعی کنیم خیلی با سهولت و تسلط و آرامش بر روی تابلو حرکت بدیم و نگران این نباشیم که یه موقع رنگ ما بر روی فرم‌های دیگه کشیده بشه، چون به راحتی قابل اصلاح است. ولی اون قسمت‌هایی که ما نزدیک فرم میرسیم حرکت قلم با تمرکز بیشتری باید کشیده بشه. و احیاناً اگر در قسمت‌هایی بر روی فرم‌های ما رنگ زمینه بیاد، قلم رو عوض می‌کنیم با قلم نازک‌تر و باریک‌تر و ظریف‌تر رنگی رو که کشیده شده روی اون رو اصلاح می‌کنیم. ببینید به این صورت. و به همین ترتیب قسمت‌های نزدیک ساقمون رو که نازک‌تر هست رو میتونیم پر کنیم. ملاحظه کنید با چرخش قلمو رنگ روی قلم رو میذاریم روی تابلو در کنار ساقه های باریک. بدون اینکه تداخلی رخ بده. خب ما میتونیم کار رو در این مرحله تموم شده تلقی کنیم و فقط روی زمینه کمی بافت ایجاد کنیم برای پرنشون دادن کار. بعضی ها علاقه دارن که زمینه خیلی ساده باشه، بسته به ذائقه خودتون و فضایی که میخواین تابلو رو در اونجا نصب کنید.
میتونید انتخاب کنید رنگ پر یا رنگ کم در زمینه رو. من کمی رنگ زرد رو هم اینجا اضافه میکنم که خورده تنوع سایه روشن هم داشته باشیم. گفتیم اگر سفید و قرمز رو با هم ترکیب کنیم طیف‌های صورتی به دست میاد، اما اگر اندکی به اون زرد اضافه کنیم در حقیقت رنگ ما میکشه به سمت گلبهی و طیف‌های گلبهی خیلی زیبایی رو میتونیم داشته باشیم. کمی سفید، قرمز و اندکی زرد. خب عزیزان، ما کار رو به این صورت ادامه میدیم تا انتهای کار. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.